زمان چه بر سرش اومد، زنهایی که به خیابون ها اومدن علیه حجاب اجباری، تعداد زیادی از اون زنها که در اون تظاهرات شرکت کردن بعدها زندانی شدن، شکنجه شدن، تجاوز شدن، کشته شدن، عده زیادی از ایران خارج شدن. برای من همیشه مسئله این بود که به عنوان یک ژورنالیست و به عنوان یک فیلم میکر بتونم داکیومنت کنم، ثبت کنم بخشی از تاریخمون رو، بخشی از تاریخ اون نسلی رو که برای یک سری آرمان‌های انسانی به خیابون‌ها ریخت و انقلابش به دست مذهبیون دزدیده شد. اون نسل چه شد؟ خانم آرام بیات یکی از اون زنهایی بود که در اون تظاهرات شرکت کرد، یک زن هنرمند که قبل از انقلاب به عنوان یک زن هنرمند رقصنده فعالیت میکرده و به تدریس رقص در رقصهای محلی در مدارس ایران مشغول بوده، در انقلاب شرکت میکنه و بعد که رقص به نظر من اولین قربانی حکومت اسلامی میشه، مجبور میشه کشور رو ترک کنه. ماجرا از این قرار هست که ایشون هیچ وقت متوقف نمی کنه فعالیتش رو، مثل خیلی از زنان هم نسل خودش صدایی میشه برای زنانی که در ایران هستن. رقص رو استفاده میکنه به عنوان ابزاری که در کنار آموزشش به نسل جوان ایرانی خارج از کشور، ابزاری میشه برای خانم بیات که صدای زنان رو به جامعه خارج از ایران برسونه. رقص هایی که طراحی میکنه بیشتر مسائل حقوق بشر زنان ایرانی هست، از جمله راجب سنگسار، رقص طراحی کردن راجب سنگسار، راجب خودسوزی زنان در لرستان، ختنه دختران در کردستان و از هنرشون استفاده کردن که این فریاد اون زنها رو برسونن. برای من خیلی زیبا بود کاری که در این 20 سال کردن به عنوان یک رقصنده زن و خواستم که این رو تصویر کنم همزمان با اون جریان انقلاب رو که دنبال کردم در این داکیومنتری. و مسئله رقص هم در کنارش، همونطور که گفتم رقص در ایران ممنوع هست، استفاده از کلمه رقص در سالها بلافاصله بعد از انقلاب ایران ممنوع شد و هنوز هم میبینیم به عنوان حرکات موزون ازش یاد میشه، رقص به عنوان یک گناه در فتواهای اسلامی ازش یاد میشه و بدتر از اون در خیلی فتواها میخونیم که به عنوان زنهای ایستاده از اون فراتر میرن. و این برای کشوریه که ملتش قرن رقص و پایکوبی کردن، برای ملتیه که قالیهای زیر پاشون قرن هاست که طرحهایی از رقص دارن، و چطور میشه که این احساس بیان شاعرانه و زیبای احساسی که بدون کلام و تنها با بدن انسان هست در یک کشوری ممنوع میشه؟ این همیشه مسئله من بود و سعی کردم در این داکیومنتریش پردازم. من میخوام از همکارانم خواهش بکنم که چند لحظه کوتاه از این فیلم مستند رو پخش بکنن، بعد برمیگردیم در اون فرصت چند پرسش دیگر رو با شما در میون میذارم. این رو نگاه میکنم. حتما. و مونترال تنها جاییه که من وقتی که اومدم مثلا خیلی جاهاش مثلا میرم برای اولین بار یهو یاد ایران میفتم. همیشه فکر میکردیم خیلی زود برمیگردیم، چون شرایطی هم که بود تو ایران و مسائل حکومت و اینا، یعنی اینو نشون نمیداد که اینا بتونن این همه سال بمونن. الان دیگه من خیلی فکر نمی کنم که برگردم، یعنی قبول کردم شاید به عمر من نباشه. این چیزی که من یه روزی آرزو داشتم، انقدر من این داستانا رو برای این دخترا گفتم، حتی این دختر کانادایی ها میگن یه روزی همه با هم میریم میدون آزادی میرقصیم. رقص ایرانی خود وجودش سیاسیه، وقتی که یه کاری ممنوعه و تو انجامش میدی. خانومی خوب میرقصه، حالا تصمیم گیره میخواد بره ایران، دیگه نمیاد کلاس، یا میدونین، یعنی در واقع کارشکنیه تو کار دیگه. یا مثلا این رقص رو میاد، اون رقص چون موضوعش مثلا اینجوریه فکر میکنه که نمیشه بیاد دیگه. یعنی ما از این مسائل هم داریم دیگه. خیلی موارد ما تو همون جب اینجا هم داریم، تو اون جب زندگی میکنیم، تا این انتخاب خود آدم هاست، ولی خب خیلی ها اینجوری هم دیگه، محافظه کارن و میترسن. ما باید اینو بشکنیم این فضا رو. آرزوم اینه که یکی از بزرگتریناش اینه که تا من زنده هم بتونیم بریم اونجا، نوروز رو بتونیم که دوست داریم تشکیم. فکر میکنی اون آرزوم که یه روز تو میدون شهریاد برقصیم برآورده میشه؟ اون رو نمیدونم، چون اون دفعه که آرزو کردم که خیلی نتیجه دیگه جرأت کنم اون آرزو کنم، ولی امیدوارم.
بخش‌های کوتاهی از تازه‌ترین اثر خانم لیلا قبادی. خانم قبادی، ظاهراً فیلم مستند شما در چندین جشنواره به نمایش در اومده و همچنان در مکان‌های دیگری هم به نمایش در خواهد اومد. این درست است؟ بله بله، اولین نمایشش دو هفته گذشته در اتاوا بود و بعد هم قراره در چند فستیوال در بهار امسال در اروپا باشه، در امریکا و در هند، در فستیوال حقوق بشر هند برای بخش مسابقه انتخاب شد. به نظر شما علت استقبال مخاطبین و تماشاگران غیر ایرانی از چنین آثاری چی هست؟ چرا مشتاق هستن به این گونه راجع به مسائل و موضوعاتی که به ایران مرتبط میشه آگاهی داشته باشن؟ به گمانم تصویری که از ایران هست، تصویری هست که رسانه های عمومی دارن از ایران. حالا هر کدوم اهداف خودشون رو دارن، تصویری که از داخل ایران میاد به نوعی اهداف رژیم اسلامی رو داره و تصویر خارجی هم اون تصویر نگاتیوی رو میده، تصویر منفی از ایران هست. ولی یک تصویر واقعی از مردم ایران کمتر دیده شده در خارج از ایران و مردم بسیار مشتاقن که بدونن واقعا چه اتفاقی در ایران افتاده، واقعا انقلاب ایران به چه صورت تبدیل شد به یک جریان به شدت مذهبی، آیا اون میلیون ها آدم واقعا به خیابون ها رفتن که حکومت اسلامی داشته باشن و کسانی که در اون انقلاب نقش داشتن چه به سرشون اومد و در این سالها زنها چطور زندگی میکنن، زنان هنرمند چه میکنن و این مسائل کمتر مطرح میشه. زندگی روزمره آدمهای اون کشور که در عرصه‌های مختلف دارن کار میکنن و به نظر من زنان هر کدوم به نوعی دارن مبارزه میکنن با قوانین ضد زنی که وجود داره و این برای مخاطب خارجی جالبه که بدونه داخل ایران واقعا چه میگذره، بدون اینکه از رسانه‌های رسمی بخواد اطلاعاتش رو بگیره و فکر میکنم فیلم مستند یکی از اون راهاست. خانم قبادی، ظرف سالهای گذشته ژانر یا گونه ای از سینما مطرح شده، سینمای زیرزمینی. شما خب در این زمینه کار کردید، ما هم در این برنامه با هنرمندان بسیاری گفتگو داشتیم. شما فکر میکنید که این ژانر سینمای زیرزمینی یا هنرمندانی که در این زمینه کار میکنند علارغم همه مشکلات، کمی کاستی ها و داستان هایی که داشتن، چقدر تونستن که بازتاب واقعی صدای مردم ایران رو در جوامع بین المللی مطرح کنند؟ به نظر من بسیار زیاد. به همونطور که گفتیم مشکلات فراوانی هست. سینمای رسمی ایران از حمایت یک دولت و منابع مالی یک دولت داره استفاده میکنه. کار کردن در غربت بدون حمایت‌های مالی هیچ حکومتی و به صورت مستقل بسیار مشکله برای هنرمندان خارج از کشور، برای فیلمسازای خارج از کشور. همونطور که گفتیم سینمای زیرزمینی حدود 12 سال گذشته، فیلم‌هایی که کار شد توسط آقای مسلم منصوری، 8 فیلمی که کار شد، فیلم مستند در فستیوال های خارج کشور، در جاهایی که فیلم های حقوق بشر رو نشون میدادن با استقبال بسیار خوبی روبرو شد، به خاطر اینکه تصویر واقعی بود از زندگی مردم ایران، تصویر واقعی بود که از کانال های رسمی نمی اومد و آدم هایی که زیر ظلم و ستم اون رژیم سالهاست دارن زندگی میکنن، فقر بیداد میکنه، تنفروشی بیداد میکنه و خیلی بسیار برای مردم این طرف شوک هست واقعا وقتی میبینن حکومتی که برای یک روسری به سر کردن پلیس به خیابون میفرسته، حکومتی که زنان رو برای عشق آزاد سنگسار میکنه، همزمان هم در تجارت سکس و فروش دختر بچه های ما از دبی تا چین دست داره. این کارها رو سینمای زیرزمینی میتونه بکنه و امروز هم این کار داره میکنه. خانم لیلا قبادی، از شرکتتون در برنامه شباهنگ سپاسگزارم. براتون روز خوبی رو در اتاوا آرزو میکنم. منم از شما سپاسگزارم. ممنون. با سپاس.